مرز شلمچه باز شد و ده ها هزار نفر زائر افغانستانی ظهر روز دوشنبه 21 شهریور 1401 وارد کشور عراق شدند. اما روز گذشته وضعیت در کشور ایران به شکل دیگری بود. ویدیوهای ارسال شده توسط برخی زائران افغانستانی از مرز شلمچه به خبرگزاری اخبار شیعه نشان می‌دهد که زائران این کشور روز گذشته مورد اذیت و آزار و حتی در برخی موارد مورد ضرب و شتم نیروهای مرزبانی ایران قرار گرفتند. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. زائران افغانستانی که بعد از 3 سال انتظار به خاطر محدودیت‌های کرونا که از تشرف به زیارت امام حسین علیه السلام محروم شده بودند و تا ساعتی پیش همچنان با موانع حکومتی در راه زیارت دست و پنجه نرم می‌کردند، اما چند ساعتی است که ورود آنان به خاک عراق امکان پذیر شده است. از یک سو حکومت عراق با تأخیر اجازه ورود زمینی زائران افغانستانی را صادر کرده بود و از سوی دیگر نیروهای حکومتی ایران آب و غذا را بر زائران پشت مرز ممنوع کرده بودند. به گفته یکی از زائران که خود در مرز حضور داشت، به موکب‌های شلمچه دستور داده بودند که از زائران افغانستانی پذیرایی نکنند و آنها را تهدید کردند تا به زائران افغانستانی آب و غذا ندهند. زائر ما حسین شور داره، ما داریم ازشون خواهش میکنیم باشن حرکت بده. اون موکب آخر هم دوستان برن و مسئول موکب خواهش کنن که پذیرایی رو تعطیل کنه. آقای کرمانی بر از اون مسئول که موکب خواهش رو پذیرایی رو تعطیل کنه. اون موکب آخری بوده، بگو آقا تعطیلش کن. ممنون شما هستیم، نظرتون هم قبوله. به جهت نظر بخشی، به جهت انسجام باید تعطیل بشه. ساعت 7:07 و در نهایت ماموران حکومتی روز گذشته متوسل به زور شدند و بسیاری از زائران را ضرب و شتم کردند. من عباس هستم از قم، من از افغانستان از بهسود هستم. من آمادم از قم، آمادم کربلا برای زیارت برم، آمادم لب مرز. از ما میگه مرز بسته، ما گفتیم خب بسته، چرا مثلا چیز میگه که از ایران میگید مرز بازه، آمادم اینجی بعد میگیم چرا نمیذارید بره، مگه کربلا فقط مال ایرانی ها. من اکمه این ناره چون گفتیم چرا مال ایرانی ها، ما یعنی شیعه نیستیم، ما یعنی کافریم، یزیدیم، چی؟ بعد اونجا گرفت زیر چک و لغت مورو زده. بعد از اون برم که آمادیم بیمارستان در زور میخوایی مورو ببره، هم دارم دزنه یک آمپول هم زدن، بعد یک آمپول دیگه هم میخواست بزنه. بعد گفتیم اونجا دارم بگم آره من سربازا زده و سرنگ بالا سرم واسه میگم ما قچیشای خود دیدم یه خورد زمین سرش میده شد. آخه در کجای دنیا آدم بخوره زمین قد فرق سر بخوره زمین؟ کجای دنیا الان کجای سر شکسته؟ الان فرق سر میده. با چی سر؟ نمیده فکرم با سنگ زد با چی. بعدم در با او چوب دستش که نزد؟ نمیده نهیده من قد زیر پای داد خوردم زمین. اول زیر پاد زد درسته؟ آره. زمین خوردی بعد با سر؟ آره. تو زد تو سرم. بعد از اون ورم بغل این ورم ور زنا نشسته بود، زنا ده همه توهین میکرد، میگه فارغ پاشید سگ افغانا، این چی رو نشستید، ما ایران شما بدبخت کردید، نمیده فلان کردید. ما افغانی ها خیلی بدبخت، به خاطر از اینکه هیچ کسی نداریم، کس کار نداریم، ملت درست حسابی نداریم. خیلی ممنون، تشکر. تقاضای شما چی از مقامات بالاتر؟ تقاضای از ما یک رسیدگی شد، فقط رسیدگی شد. ما افغانی ها رو اینجوری نذارن، ما چی گناهی کردیم؟ یعنی ما مسلمان نیستیم، ما نمیتونیم بریم کربلا. 3 سال آرزوی میشده کربلا، دیم ویزا نمیداره. بار اول که میخوای کربلا بری؟ که این سالم نشد. چند سالته؟ اما به حمدالله اخبار رسیده به خبرگزاری اخبار شیعه حاکی از آن است که چند ساعتی است که مرز به روی زائران افغانستانی نیز باز شده و آنها هم موفق شدند وارد خاک عراق بشوند. علی اکبری، اخبار شیعه.